کتاب ها بود توی دو تا دستگاه، با دستگاهی که با شتاب ثابت داره حرکت میکنه. اگه یادتون باشه دفعه قبل کاری که کرده بودیم این بود که گفتیم که متریک مینکوفسکی رو، اگر متریک مینکوفسکی رو داشته باشیم با دو تا تبدیل مختصات میشه این متریک مینکوفسکی رو تبدیل کرد به متریک ریندلر، به این ترتیب که دی‌اس‌2 هست اتای میونیو در A2 ای به توان 2A زتا دی‌ایکس میو دی‌ایکس میو، که این عکس شتابی بود که یک متحرکی نسبت توی دستگاه اسپریم نسبت به دستگاه اس داشت. و گفتیم که اگه کسی توی مکانیک کوانتومی بتونه حالت خلاء این یا نمبر دنسیتی این رو حساب بکنه، یعنی میومد براتون صفر بی دگر رو حساب میکرد، این موجود میشد تعداد ذرات و رفتارش یک روی ای به توان کیتی اچ نو تقسیم بر کیتی منهای یک میشد، که دما متناسب بود با شتاب متحرکی که داشت حرکت میکرد. چیم؟ بیدگر بیه؟ بذار من نمبر اپریتر بذارم اینجا، اینو نگاه کن. خب این کل داستان بود، ولی سوال اینه که این تبدیل مختصات از فضای مینکوفسکی به فضای ریندلر رفتن رو یا میتونستیم تبدیل مختصات ریاضی بدیم، یعنی این رابطه یک به یک بودن رو باقی میذاشت، یا میتونستیم این رو به دست بیاریم. برای به دست آوردن این رابطه من کافیه که این رابطه سرعت ها رو به این ترتیب بازنویسی بکنم. یعنی اگر یک دستگاه داشته باشین S و یک دستگاه داشته باشین S' که این متحرک با شتاب ثابت توش حرکت بکنه، میتونید بیاین سرعت ها رو اندازه گیری کنید. یعنی بیاین توی دستگاه S سرعت یک متحرک رو U تعریف بکنید به صورت دی ایکس به دی تی، و سرعت رو توی دستگاه اس پرایم که با شتاب داره حرکت میکنه تعریف بکنید یو پریم دی ایکس پرایم به دی تی پرایم. فقط نکته مهم اینه که وقتی میخواین دستگاه اس به دستگاه اس پریم رو بگین که تبدیلات لخت براش برقراره، یعنی نسبیتی هستن، شما باید این پارامتر خیزتون بوستتون تابعی باشه از زمان. درسته، یعنی تو هر زمان یک بتای جدیدی تعریف بکنید که از دستگاه اس بریم به دستگاه اس بریم. خب اگر رابطه سرعت ها رو من بنویسم، یعنی یو پریم رو من بنویسم یو منهای وی در یک منهای یو وی تقسیم بر سی دو، این نسبت سرعت ها رو میده و کافیه که من مشتق این عبارت رو دی یو رو نسبت به زمان مختصاتی خودش بگیرم تا ببینم چه رابطه بین شتاب ها وجود داره. خب برای اینکه این کارتون ساده باشه من این رو فقط بازنویسی میکنم که کار مشتق گیریتون راحت تر باشه. این رو میتونید اینجوری بنویسید سی دو در وی در یک منهای وی دو سی دو در یک منهای یو وی سی دو منهای سی دو در وی. فقط این بازنویسی این رابطه است، فقط برای اینکه مشتق گیریتون راحت تر باشه. خب حالا کاری که بعد انجام بدید اینه که تعریف ای پریم و ای رو بنویسید، یعنی تعریف مشتقات رو بنویسیم. من کاری که میکنم نسبت به زمان همراه، توی زمان همراهی که توی اس هست، از این تعریف استفاده میکنم و مشتق میگیرم و بعد تعریف شتاب رو توش استفاده میکنم. ببینید اگر من دی یو پریم به دی تا رو حساب بکنم، این زمان همراه توی دستگاه اس. خب اگر این مشتق رو بگیریم، ببینید ترم بالا هیچ مشتقی نداره، میشه صفر، منهای مشتق یو که میشه دی یو در دی تا
اینجا یه وی روی سی دو داره که روی سی دو روی وی ساده میشه با هم، فقط میمونه یک منهای وی دو سی دو، مخرجم میشه یک منهای یو وی تقسیم بر سی دو به توان دو، و این ترم آخرم مشتق نداره. خب قدم بعدی اینه که من اینو میخوام بر اساس شتاب بنویسم، یعنی میام مینویسم دی یو پریم به دی تی پریم، دی تی پریم به دی تا، برابر است با دی این یک منهای وی دو روی سی دو، یک منهای یو وی سی دو به توان دو، در دی یو به دی تی به دی تی روی دی تا. درسته؟ ببینید من دی یو پریم به دی تا رو نوشتم، دی یو پریم به دی تی پریم، دی تی پریم به دی تا. خب یک منهای وی دو آخرش چی؟ آره این رو بعد از دی یو به دی تا این رو بعد جا به جا بنویسم. درسته؟ یعنی دی تا تی به دی تا، برعکس دی تا به دی تی. من میتونم دی تی و دی تا بس، میتونم شتاب رو اینجوری بازنویسی بکنم، ای پریم شتاب توی دستگاه اس هست یک منهای وی دو سی دو در یک منهای یو وی در سی دو به توان دو. اگه دی تا رو ضرب بکنم به دست میاد دی یو تقسیم بر دی تی پریم، که این رو من میسم دی تی به دی تی پریم. پس این رابطه شتابه. درسته؟ این رابطه شتاب توی دستگاه اس پرایم بر حسب شتاب توی دستگاه اس نوشته میشه. و نکته بعدی اینه که شما میتونید دی تی روی دی تی پریم رو حساب بکنید. از کجا؟ از این که به صورت لحظه‌ای دستگاه اسپریمتون داره با صورت وی داره حرکت میکنه. یعنی دی تی پریمتون هست گاما دی تی منهای وی تقسیم بر سی دو به دی ایکس. خب کافیه که از دی تی من فاکتور بگیرم، میشه گاما دی تی در یک منهای وی سی دو دی ایکس به دی تی. خب سوال اینه که دی ایکس روی دی تی چیه؟ این تعریف سرعت توی دستگاه اس. پس به جای دی ایکس روی دی تی من میذارم یو. نتیجه این که من تونستم رابطه دی تی پریم دی تی روی دی تی پریم رو حساب بکنم، این جمله رو، یعنی دی تی روی دی تی پریم هست یک روی گاما در یک منهای وی یو روی سی دو. خب و اگه این رو جاگذاری بکنیم اگه این رو جاگذاری بکنیم به این رابطه میرسیم که ای پریمتون هست یک منهای وی، بذارین رو کامل بنویسم چون جالبه،
این هست وی وی دو روی سی دو. تقسیم برای یک منهای یو وی تقسیم برای سی دو. ماژیک رو باید نوز کنم. و این رو من باید تقسیم بکنم به گاما در یک منهای وی یو تقسیم برای سی دو. خب این میشه ای پریم. یه دونه شتاب هم اینجا دارین هست ای. خب نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که گاماتون طبق تعریف از یک روی یک منهای وی دو روی سی دو به توان یک دو. پس این ترم رو میتونید مسئلهش رو حل بکنید. نکته مهم اینه که اگر میخواین لخت بودن دستگاه اس و اس پریم رو حفظ بکنین، خب شما باید سرعت یوتون رو برابر وی بذارین تو هر لحظه. یعنی سرعت یو برابر است با وی، و چون توی دستگاه لختی دارین حرکت میکنین که تو هر لحظه سرعت رو دارین صفر میگیرین، یو پریمتون هست صفر و شتابتون توی دستگاه پرایم دار هست ثابت. پس این شرایط خاصیه که برای قسمت فضایی شتابا و سرعتها برقرار. یه بار دیگه، اینکه بوستتون رو یعنی خیزتون رو اندازه خیزتون رو دقیقاً باید تعریف بکنید به اندازه سرعت متحرکتون توی دستگاه اس، یو پریمتون دستگاه اس پریمتون روی اون ساکن که با شتاب داره حرکت میکنه در نتیجه صفره و شتاب رو ثابت داره اندازگی. اگه این رو حساب بکنید به این رابطه میرسید که ایتون رو حرکت با شتاب ثابت رو داریم بررسی میکنیم. میخواستم رابطه ای که جلسه قبل گفتم که متریک رینلر به دست میاد. پس ایتون میشه یک منهای وی دو روی سی دو به توان سه دوم ای پریم. خب ببینید نکته مهم چیه؟ از این رابطه به این رابطه میرسیم. نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که این ای پریمه. ای پریمتون ثابته. خب و من وی رو میتونم یو بذارم و میتونم انتگرال بگیرم و انتگرال گرفتن کار سختی نیست، چون شما باید مثل مکانیک کلاسیک که وقتی رابطه سرعت رو داشتین شما دوبار انتگرال میگرفتین مسیر رو به دست میارین. به این A هست دی یو به دی تی طبق تعریف. این هست یک منهای یو دو سی دو به توان سه دوم. این هم هست عدد ثابت، شتاب ثابت. خب در اینچه میتونین رو انتگرال بگیرین، یعنی من این ترم رو بیارم این طرف انتگرال از دی یو بگیرم. بله به این رابطه رو به دست آوردیم. خب نکته مهم اینه که یو با وی برابر. خب آره بد نوشتم. ببینید این رابطه است، این ترم اوله، اینم این ترم ترمیه که اینجا نوشتم. تقسیم بر این ترم. باید ضرب بکنم دی تی به دی تی. خب ضرب که دارم میکنم میشه تقسیم بر این عبارت. آره یو رو برابر وی بگیریم بریسیم بین. خب حالا اگه از این انتگرال بگیرین جوابتون جالبه. جوابی که برای تی و ایکس به دست میاریم تیتون هست سی ایومه سینوس هیپربولیک ای پریم روی تا تقسیم بر سی، و ایکستون رو که به دست میارین هست سی ایوم در کوسینوس هیپربولیک ای پریم تی روی سی. خب جواب این انتگرال اگه بگیرین که خیلی واضح است که از اینجا نتیجه میگیرین که تی دو منهای ایکس دو باید بشه سی دو روی ای دو، یعنی حرکت شتابدارتون تبدیل میشه به حرکت با شتاب ثابت یا مختصات ریندلر، کاری که جلسه قبل یه جورایی از جیبمون در آوردیم اون متریک رو بر این اساس نوشتیم. این که این متریک ریندلر فقط برای دستگاهی که به نجه ما، یعنی فقط با شتاب دارن حرکت میکنه.
آره، یعنی هیچ نیروی گرانشی هنوز وارد نکرد، فقط با شتاب دارن حرکت، با شتاب ثابت دارن حرکت. و قضیه این بود که اگه میرفتین تو این دستگاه میشستین و میومدین نمبر اپراتور رو حساب میکردین تو حالت خلا، تو خلا مینکوفسکی، دیگه صفر نمیشد و معادل میشد با یک تابع توزیع ماکسولی با دمای خاص که دما ربط داشت به شتاب، که این همون دمای آندروهه. خب من فکر کنم اینو قبلا باید انجام میدادیم ولی این کار نکرده بودیم، یه جایی من خوب اینو در تقسیم انجام ندادم، رد شده بودیم ازش. خب من فکر کنم تموم این جلسه، حالا به دوستان رو بشنویم که میخوان گزارش ارائه بدن. سه شنبه به عنوان جلسه آخر سعی میکنم که تو یک جلسه موتیویتتون کنم شما رو که برین ترم بعد با دکتر منصوری درس بگیرم. خب مرسی. خب میخواین به چه ترتیبی میخواین بیان؟ میخواین شما بیان نشون بدیم؟ میخواین از ارائه هم فیلم بگیرین یا نه؟ هر جور که چی؟ میگیرین؟ خب خیلی من بزن میشه. آه دوستتون بیاد، میتونی شما شروع کنی؟ آره خب بفهم. خب میخوام راجبه موضوع تحقیقم کوانتوم نسبیتیه، میخوام اینجوری اولش راجبه اسپین صحبت کنم. یعنی این که مثلا شنیده بودیم تو فیزیک شارم که گفتم وقتی که کوانتوم نسبیتی اومد یه جورایی به طور طبیعی از توش وجود پاد ماده در اومد و این که ذرات اسپین دارن، یعنی یه جوری میشه مثلا با نسبیت گفت که اسپین و پاد ماده وجود داره. حالا اون چیزی که مرد و پاد ماده است یکم پیچیده است، حالا اگه وقت شدید توضیح کوچولی راجبش خوندم میدم. ولی راجب اسپین خواهم یکم با توجه به گروه لورنز که جبرش رو شما در آوردین یکم توضیح دادین و یک گروه کامل تری که گروه پوانکار است که تمام تقارنهای فضا زمان رو داره، با استفاده از اون میخوام نشون بدم که اگه مثلا ما این ریاضیاتش رو دنبال کنیم به طور تقریبا واز طبیعی از توی ریاضیات این اسپین میاد بیرون. میخوام مثلا اینو یه جوری توضیح بدم. خب اول خب گروه لورنز چی بود؟ فضا زمان ما همونطور که موندیم چند تا تقارن داره، 10 تا تقارن داره، یعنی مولداشو میشه با 10 تا تقارن اصلی تمام تقارن فضا زمان رو تولید کرد. 3 تا دوران داریم تو فضا، بعد که همون تکان زاویه رو بهمون میده. 3 تا بوست داریم میشه 6 تا که این همون گروه لورنز میشه. 4 تا دیگه هم هست که انتقال میشه تو فضا و انتقال تو زمان. این 10 تا میشن مولدای یه گروهی که اسمش گروه پوانکاره است. این 10 تا و جبر اینو بررسی میکنیم که از نسبیت میاد با یه سری حرفا میزنیم. خب همونطور که دیدیم یه چیزی بود به نام
ام میو نیو که این مولد گروه لورانسه که چجوری بودین؟ ام آی جی مون همون جای کی میشد که این تکان زاویه‌ای بود، یعنی دوران حول محور کا بود. این مؤلفه های آی جیش بود، مؤلفه های صفر آیش هم بوستمون بود با کاهای نشونش میدادیم و یه سه روابط جا به جایی داشت که اینا رو در آورده بودیم. حالا من کلی تا اول پانکارم بگم بعد کلی تا اینو می‌نویسم. خب این چند تا میشه؟ این چون آنتی سیمتریکه شش تا چیز بیشتر نداره، مؤلفه‌ای که میشه باش توضیح داد نداره. این همون 6 تا 3 تاش بوست 3 تاشونه، این میشن 6 تا از مولدای گروه بزرگتری که گروه پوانکار است. 4 تا هم مال انتقال تو فضا که میدونیم با تکان نشونش میدیم با پی نشونش میدیم اون 4 تا عملگر دیگر، یعنی عملگر چیزو تعریف میکنیم. درسته؟ که آی چیز دیگه چون به دست بودیم که ماتریس تبدیل لورنت زدر ماتریس مینکوفسکی آنتی سیمتریکه، یعنی قسمت فضایش آنتی سیمتریکه قسمت زمانیش سیمتریکه. درست ولی مثلا یه جور دیگه هم آی جی بنویسیم آها، ولی یه جور دیگه هم میتونستیم تعریف کنیم که مثلا ما اگه فقط واسه یه ذره بود، یعنی مثلا تو کوانتوم مکانیک که وقتی باشیم میخوایم اینا رو به عنوان یه عملگر نگاه کنیم، میخوایم عملگر مثلا تکان زاویه رو در بیاریم، میتونیم اینجوری تعریف کنیم ام میو نو رو ایکس میو پی نو منهای ایکس نو پی میو. خب اگه اینطوری تعریف کنیم این آنتی سیمتریک میشه و قسمت فضاییش آی جیش دقیقا همون تکان زاویه مداریه بهمون میده و میشه تعریف کرد. حالا چون من با اینجوری رفته بودم میرم، حالا اگه جایی مشکل برخوردیم درستش میکنم. حالا فکر نکنم اصلا از استفاده کنم. یعنی تعریف کنم صفر آی با این تعریف صفر آی یه جوری بوست رو بهمون میده، یعنی اگه تی و ای توش داره بله، حالا خب حالا اگه چیز شد درست کنم فعلا از اینکه 6 تا اجازه در استفاده میکنم. حالا پی می رو میگیرم مولد انتقاله، مولد انتقال لفظ که با پی نشونش میدم. چرا؟ چون مثلا میدونیم که توی کوانتوم همون تکانه میشه مولد، یعنی همه جا توی مکانیک کلاسیک هم اینجوریه، قسمت فضاییش انتقال در فضا رو میده که میشه همون قسمت های فضایی تکانه و قسمت صفرش که انرژیه همون انتقال در زمان رو میده. پس این پی میو اینا یه سری چیز دارن. حالا در حالت کلی میشه رابطه جا به جایی بر حسب اینجوری بنویسیم. حالا اول رابطه کلیش رو می‌نویسم بعد ببینم که چه جوری.
خب این رابطه این میشه و کلا بخوام رابطه بنویسیم، یه رابطه هم بعد بین مولدای گروه لورانسمون که همون دوران ها هستن تو فضای چهاربعدی و انتقالو بدیم. میشه اینطوری نمیشه که و جابجاگر بین خود انتقالام که میدونیم صفره. این رابطه که خواهدش استفاده کنم، ولی در واقع این رابطه میشه یکم هم کلی ترم نگاه کرد که میشه گفت این رابطه‌ای که داریم اینجا به جاش هر برداری بذاریم این رابطه درسته. یعنی این چون بعدا میخواهدش استفاده کنم اینجا فقط نباید تکانه باشه، یعنی کلا اگه دوران داشته باشم، حالا مثلا تو کوانتوم مکانیک باشیم و یه عملگر برداری اینجا داشته باشم، یه عملگر چهار برداری، یه عملگر پادورده داشته باشم، رابطه جابجاییشو میتونیم اینطوری بنویسیم. یعنی به جای پی میتونیم هر چیزی بذاریم و اینجا به جای این هر تانسوری میتونیم بذاریم. این اثباتش مثلا چرا میگم این وجود داره، چون که وقتی توی کوانتوم سر عملگر داریم می‌تونیم رابطه رو اینجوری بنویسیم. و از این که میگم حالا من اگه آخر شد اثبات میکنم اینو، ولی از این در میاد اینه که فرض کنید L اون ماتریس لورانسمون باشه که داریم عمل میدیم و این یه نمایشی از اون تبدیل گروهمون روی اون فضامون باشه، فضای چیزی که داریم. مثلا یه بردار داریم، یه بردار پادورده داریم مثلا. یه جوری تعریف بردار همینه دیگه. ما مثلا بردار رو چجوری تعریف می‌کردیم؟ گفتیم ناظرهای مختلف، اگه یه ناظر یه برداری انزه بگیره، بخوام ببینیم یه ناظر دیگه اون بردار رو چجوری انزه می‌گیره، یه تبله لورانس بعد بزنیم همونو بهمون میده. اینم همون چیزو داره میگه. میگه که مثلا ما می‌خوام یه ناظری وی آلفا رو انزه می‌گیره، یه ناظری چرخیده داره وی پریمو اندازه می‌گیره. اول یو ال رو اون استیتمون اثر می‌دیم که استیتو دوران بده، وی آلفا رو انزگی میکنیم، بعد دوباره استیتمون رو برمیگردونیم. این کمیتی که انزه میگیریم، چون وی آلفا یه عملگره داره، یه کمیت فیزیکی انزه میگیره، چجوری داده میشه تو اون دستگاه؟ با ماتریس لورانس اینطوری داده میشه. حالا این رابطه رو میتونیم از دل این رابطه دقیقا میتونیم تمام این رابطه در بیاریم که اینجا به جای پی وی بذاریم و اینجا به جای ام هر حتی هر تانسور دلخواهی بذاریم. اینو میایم ال رو اینجوری مینویسیم بر حسب این چیزا. مثلا اگه ال فقط این شکلی باشه چجوریه؟ میشه ای به توان منفی آی یون. اینه دیگه در واقع یه ای به توان اینه که برای تبدیلات خیلی کوچیک آیه تقریبا میتونیم استفاده کنیم که اینو بگیریم، این حالا دو طرف این رابطه رو که بعد با هم مقایسه کنیم ال آلفا بتا هم اینطوری میشه دلتای آلفا بتا الان دو طرف این رابطه رو داریم. یه چیزی فقط بر اساس ایناست، این رابطه رو که بست بدیم دقیقا حالا میتونیم نشون بدیم که این رابطه میشه از توی این در آورد. یعنی ما هیچ کار نکردیم، این رابطه همش در میاد فقط با این فرض لورانس و اینا. پس این رابطه جابجایی داریم، به اینم میگیم جبر پوانکاره، رابطه که بین اینا برقرار. خب حالا یکم بریم جلوتر. خب ما الان میخوایم که یه ذره آزادی داریم، میخوایم استیت اینو در کلی ترین حالت بررسی کنیم، میخوایم ببینیم که اینو چه جوری بررسی کنیم. میخوام اینجوری مثلا برسم به اسپین. بعد وقتی که میخوام استیت یه ذره رو مشخص کنیم، بعد با یه سری برچسب مشخصشون کنیم. مثلا توی کوانتوم وقتی که اتم هیدروژن رو بررسی میکردیم، میتونستیم یه الکترون رو میتونیم با انرژیش، ویژه مقدار انرژیش با تکان زاویه کلش، یعنی ویژه مقدار انرژیش تراز انرژیش بود n، بعد تکان زاویه کلش L2 با L نشونش میدادیم، تکان زاویه تو راستای زدشو با M Z نشون میدادیم، و اسپینش هم در راستای چیزشو با M S فکر کنم بود نشون میدادیم. خب با این لیبل های N و L و M Z و M S میتونستیم حالت الکترونیمون تو اتم هیدروژن پیدا کنیم. ولی حالا اینا چه خاصیتی داشتن؟ چرا ما از این استفاده میکردیم؟ این اپراتورای اسمی داره به نام این اسپس
عملگر کاسیمیر. این عملگر چه خاصیت داره؟ خاصیت این داره که اینا همشون با هم جابجا میشن. این عملگرا جابجا شدنشون خوبیش اینه اگه دو تا عملگر با هم جابجا بشن، میدونیم که ویژه حالت ها و ویژه بردارای همزمان دارن. یعنی ما میتونیم مثلا مستقل از اینکه بدونیم انرژی چیه، تکان زاویه ایشو بدونیم، اون تکان زاویه بدونیم، همه چه بدونیم چیه. پس این اپراتورها خیلی خوبن واسه اینکه ما حالت سیستم مشخص کنیم. حالا ما وقتی که یه ذره داریم، یه ذره بنیادی داریم، من میخوام الان یه ذره بنیادی رو فقط حرکتش رو مشخص کنم تو فضا دینامیکه چجوری میتونم استیتش رو مشخص کنم. طبق تعریفمون ذره بنیادی هیچ درجه آزادی نداره داخلی، فقط درجه آزادی بیرونی داره، یعنی میتونه تو فضا زمان حرکت کنه. یعنی ما فقط بعد حرکتش رو تو فضا زمان اگه بشناسیم، واسه یه دونه ذره آزاد دینامیکش رو میشناسیم که چجوریه. حرکتش تو فضا زمان بخوایم بررسی کنیم، خب ما کافی خود فضا زمان تقارناشو بدونیم. خب وقتی ما این جبر رو میدونیم، جبر فضا زمان رو میدونیم، میتونیم حرکت این تو فضا زمان رو مشخص کنیم. پس کافی از این روابط استفاده کنیم. حالا اون اپراتوری که اونجا گفتم با همه جابجا میشه، از همین مولدای گروه ساخته میشه. حالا میخوایم بررسی کنیم که از این اپراتورا، از این مولدای گروهمون چه اپراتوری میتونیم بسازیم که با همه جابجا بشن. حالا اینو نمیدونم چه جوری در نمیارمشون، خیلی احتمالاً طول میکشه، خودم نمیدونم دقیقاً، فقط میگم اون عملگر چی اندو بررسیشون میکنم. خب دو تا عملگر هستن که با همه جا به جا میشن. اولندش که اگه عملگرمون بخواد با همه جا به جا بشه، باید اسکالر باشه، یعنی بردار نباید باشه. چرا؟ چون اصلا اگه بردار باشه، خب وقتی که دورانش بدیم اون عوض میشه، یعنی جا به جاییش اصلا طبق این تعریف جا به جاییش نمیتونه با این صفر باشه. اگه بخواد جا به جاییش با این صفر باشه، نمیتونه بردار باشه دیگه. و اصلا اگه بخواد فقط وقتی میتونه با این جا به جا بشه که یه اندازه یه چهار بردار باشه، یعنی یه اسکالر باشه. یعنی در حالت کلی میشه گفت اگه چیزی با ام با مولد گروه لورانسمون جابجا بشه یه اسکالره، چیزی که با تکان جابجا بشه چیه؟ یه چیزی که مستقل از دستگاه مختصاتمونه. یعنی یکی بره تو دستگاه سکون بشینه یا نسبت بهش حرکت کنه، این کمیت نباید بستگی داشته باشه. ادامه میکنم که حالا مهم نیست این چیزی خودم میاد که کمیتی با تکان جابجا میشه که مستقل از دستگاه مختصات باشه، یعنی به خود جسم مستقل از اینکه حرکتش چیه بتونیم نسبت بدیم، چون باید با تکان جابجا شه دیگه. یعنی این اندازه بگیریم، ذره حرکت بدیم، اندازه بگیریم، بعد ذره برگردونیم، جابجاگر یعنی این دیگه، یعنی اون کمیت یکی بشه، یعنی مستقل از اینکه چه سرعتی داره تو دستگاه سکونش به دستگاه دیگه نباید فرقی داشته باشه، این کمیت نباید به اون مستقل باشه. حالا این کمیت بعد جفت این ویژگی رو همزمان داشته باشن، هم اسکالر باشن هم مستقل از سرعت ذره باشن. آره، بعد با تمام اینا جابجا شن دیگه. طبق تعریفشون، تعریف اینا سیه که با تمام مولدای گروه جابجا میشن و از خود مولدای گروه هم ساختیمشون. حالا اینا دو تا، یکیشون خیلی طبیعیه، اصلا میشه حدسم، نمیدونم حال میشه زدی نه، اون پی دوه که میدونیم که اگه این حالا مثلا یک کمیت فیزیکی باشه، این همون جرم توان، جرم سکون ذره رو داره میده. خب خیلی هم طبیعی هست این که با همه جا به جا بشه. اولش اصلا بگم چه معنی داره یه اپراتور با تمام مولدای گروه همون جا به جا شه. چون فرض کن یه اپراتوری داریم که با تمام مولدای گروه جا به جا میشه. حالا میدونیم این اپراتور توی کوانتوم یه دونه کمیت فیزیکیه. خب وقتی یک کمیت فیزیکی با تمام مولدای فضا زمان جابجا میشه، یعنی ذره حرکت بدیم اون کمیت عوض نمیشه. حالا ذره بنیادی هم درجه آزادی داخلی که نداره، فقط درجه آزادی بیرونی هم حرکتش تو فضا، پس یعنی اون کمیت کلا بعد واسه اون ذره ثابت باشه. من دو تا کمیت پیدا میکنم، یکیشون بهم جرمو میده، یکیشون اتفاقا اسپینو بهم میده. خب این داره چی میگه بهمون؟ میگه که یه ذره بنیادی و حرکتش با دو تا کمیت میشه کلن در آورد، جرمش و اسپینش. یعنی ما جرم و اسپین ذره رو بدونیم، ذره آزاد رو میتونیم کاملا توصیف کنیم. و این دوتا کمیت از این در میاد که خب این میگه که یه جوره اسپین داره از نسبیت میاد دیگه. ما یه سری روابط نوشتیم، دوتا عدد در آوردیم، گفتیم با این دوتا عدد میتونیم ذره توصیف کنیم، یکیشون جرم ذره است، جرم سکونشه که میدونیم ثابته، یکیشون هم اسپینشونه. خب جرم ذره که پی دو واضحه ثابته، حالا ثابت میکنم با همین جا به جا میشه. به ذره بنیادی آزاد دو تا کمیت میشه نسبت داد که باش توصیفش کنیم، اون تو کمیت ثابت.
خب من فرض کردم که درجه آزادیم همینه، یعنی درجه آزادی داخلی ندارم، درجه آزادی بیرون هم فقط حرکت تو فضا، چرخش و این است. ممکنه مثلا یه درجه آزادی دیگه هم وجود داشته باشه که ما هنوز نمیشناسیم، ولی ذره آزاد چون با هیچ چیزی برهم کنش نداره، ما فقط میتونیم مکان اندازه بگیریم. این است، این چیزا وجود داره. آره یه ذره آزاده، یه ذره آزاد. خب یکیشون پی دوه، یکی دیگه شون هم اومگا دوه. حالا اومگا چیه؟ اومگا یه برداریه، اسمش هم هست پاولی بردار پاولی لوبانسکی. این بردار چیه؟ یه برداری یه جوری تکان زاویه ایه، ذره مونه تو دستگاه سکونش. حالا میخوام اینو ثابت کنم که اینه، اگه این باشه میشه همون اسپین دیگه. حالا بزن ببینیم مثلا بعد ثابت کنم. نه 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 آره ایش هفته. خب تعریفش چیه؟ خب این بردار رو اینطوری تعریف میکنن و حالا اول ثابت میکنم که جا به جا میشه این دوتا بردار، بعد ثابت میکنم نشون میدم که این همون اسپین رو داره به اون میده، تواندوش یعنی این میشه اسپین. در واقع چیزی که در نهایت نشون میدم اینه، این میشه منفیه در اندازه اسپین به توان دو، که میدونم هم اسپین هم ویژه مقداراش به این صورت هم. مهم نیست دیگه، به اسپین هرچی از ربط داره، جرم بدونیم اسپین، این دوتا رو بدونیم جرم و اسپین رو میدونیم. فقط نشون قبول میکنه با انجا بشه میشه چون وقت کم فرق نیست، فقط چیزی که جالبه نشون میدونی این چطور اسپین. آها خب باش. خب ام چی بود؟ ام اینجاها بوست بود، حالا اینجا شاید مثبت منفی و یه مثبت منفی اشتباه بذارم. این ام بود و این چیزی که اینجا اپسیلون داره مثلا همون میدان الکتریکیه دیگه. ام خیلی شبیه مثلا تانسور میدان الکتریکیه، شکلشو دارم میگم و ربطی به هم نداره، منظورم اینه که آنتیسیمتریکه و این چیزی که در میاریم اسمشو بذاریم همون ام هات، که جای چیزو اینا هم جای کا و جی عوض شده، یعنی به جای اینجا بذاریم جی اینجا بذاریم کا. حالا میخوام اونو به دست بیارم. چی خب قسمت صفرش چیه؟ اولش رو تعریفش یه بار دیگه بنویسم. بر حسب ام هات میشه اونجوری نوشتش، اسم اون چیزو میذارم ام هات یک دوم اپسیلونه. خب ام صفرش چی میشه؟ میشه که ام صفر آی در پی آی. خب قسمت صفر آیش چون اینجا عوض میشه میشه جی، یه جورایی میشه ضرب داخلی جی با پی، جی دات پی میشه پس این. که جی تکان زاویه ایمون. قسمت فضاییش چی میشه؟ اومگا آی. خب ام آی جی یه جوری میشه یک دوم اپسیلون بنویسم کی میشه ام آی صفر هم که میشه همون کی
نه ببخش میشه جی. خب این میشه کراس ضرب خارجی این دوتا K در P به علاوه اینم P صفر همون انرژی ها رو میتونم P صفر در J حتی اینو برداری بعد پس برداره قسمت فضاییش میشه این میشه قسمت فضایی این اینم میشه قسمت صفرش حالا من ثابت نکردم ولی همونطور که میدونیم چون اینا با تمام مولدای مولدای انتقال مخصوصا جا به جا میشن چون مولد انتقال جا به جا میشن پس ما اینو اگه تو دستگاه سکون ذره اندازه بگیریم همون چیزی میشه که عادی اندازه بگیریم تو دستگاه سکون اندازش امگا 2 رو حساب میکنیم امگا 2 میشه همون چیزی که همیشه ثابته و هستش. خب خیلی راحت دیگه برای وقتی که تو مرکز دستگاه سکونش نشستیم پی صفره خب امگا 0 که میشه 0 چون پی صفره اینجا این پی صفره فقط پی صفر داریم پی صفر هم میشه همون جرمش پس این میشه ام جی پس امگا 2 میشه منفی ام 2 جی 2 که میدونیم تکان زاویه ای توی دستگاه سکونش همون اسپینشه یعنی یه چیزی وجود داره یه کمیتی مثلا اگه اسپین ندونیم که به تکان زاویه مربوط تو دستگاه سکونش اسمش میذارم اسپین آها خب ببین آقا اون فرض قبول کردی که درجه آزادیش فرض میکنیم درجه آزادی داخلی نداره این فرضمونه فرض میکنیم درجه آزادیش فقط انتقال تو فضا زمانه یعنی فقط میتونه حرکت کنه حرکت داشته باشه با مختصاتی که نشونش میدیم خب حرکتشو میشه با تقارن درست کرد یعنی مثلا این یویی که اینجا داریم از مادسه لورنس رو انتقال میاد مثلا یه ذره داریم مکانش اینجاست سرعت و سرعتش هم اینجاست یه یو روش اثر میدیم یه دونه ذره دلخواه واسه همون میسازه یعنی این یو رو اثر بدیم میتونیم تمام استیتا رو به دست بیاریم طبق این فرض پس وقتی که با یو میتونیم تمام استیتا رو به دست بیاریم خب اصلا اون اینجا میشه تعریف چیزی ثابت کمیتی که ثابت باشه بعد با تمام این یو ها جا به جا شه دیگه درسته؟ پس بعد با مولدای گروهمون هم جا به جا شه خب ثابت میشه که تنها کمیت هایی که از اینا به دست میاد این دوتا اول نشه دوتا چون این مثلا نکنی رنگ دو یه تانسور رنگ دوه حد اکثر چیزا رنگ دو هن حتما بعد دوتا بیشتر نمیتونه وجود داشته باشه و این دوتا هم اینا هست و هر چیز ثابت دیگه هم باشه میشه رو این هست توضیح بدم موضوع بحث ما شکل اجسام سریعه اونطور که از یه دوربین یا از دید یک ناظری مثل انسان دیده میشه چند تا نکته تو این بحث مهمه و
کلیتش خیلی ساده است، یعنی به اون نکات کوچولوش توجه کنین دیگه چیز خاصی نداره. من تخته رو پاک کنم. یه چند تا نکته ساده که همه بلدیم رو مرور میکنم، بعد از چند تا استفاده میکنم. اگه دوتا دستگاه داشته باشیم که سرعت جفتشون این پاورشون دو تا دستگاه که جفتشون با سرعت وی نسبت به یه دستگاه ساکنی حرکت میکنه، این هم مثلا دستگاه ساکنه باشه. اگه این یکی مثلا مختصات این نقطه رو ایکس یک اندازه بگیره، این یکی ایکس دو اندازه بگیره، همینو تن اتفاقی که میفته اینه میمونه که ما یه انتقال زمان بدیم توی اینا. یعنی اگه بخوایم ایکس پریم رو که مکان همین نقطه توی دستگاه سکونمون اندازه بگیریم نسبت به این دستگاه S1 و S2 مون اگه اسمشو بذاریم، ایکس ما میشه یه گامایی در ایکسیه که به علاوه وی تی، و حالا اینا با هم یه جا به جایی به اندازه یه آلفایی دارن مثلا، که این آلفا هم برابر با همون وی تی، یعنی به اندازه که خود این دستگاه یه مقدار جا به جا باشه. واسه همین این میمونه که اگه این تی و منهای یه تی صفری بکنیم، این میمونه این دستگاه رو یکم انتقال دادیم به جلو یا عقب. این مسئله واسه این میگم که ما اگه بخوایم یه دونه جسمی رو داشته باشیم و حالا بخوایم از روش یه دونه شکل نسبیتش رو بسازیم، باید یه دونه دستگاهی رو انتخاب بکنیم که دستگاه مرجعمون باشه و همراه جسم حرکت بکنه. اینو گفتم واسه این که بدونیم اصلا مهم نیست که اون دستگاه رو کجای جسم بگیریم، فقط یه انتقال زمان مشکل رو حل میکنه. نکته بعدی این که هر جسمی ما داشته باشیم، یه جسم گسترده این شکلی رو تصور بکنیم، دستگاه سکونمون و اینم یه دستگاه متحرکه با یه سرعت وی این شکلی حرکت میکنه، اینو میدونیم که فقط اون مؤلفه از این جسم شامل انقباض طول میشه که در راستای سرعته. یعنی میتونیم بنویسیم R dot V در V برای V2، این مؤلفه در راستای سرعتمونه و حالا آره منهای همین بردار اسمش رو مثلا میذارم بردار A، آره منهای A هم اون قسمت عموده به سرعتمون میشه. حالا اگه این آر رو توی یه دونه گاما ضرب بکنیم، بردار ما برداریه که اندازه میگیریم از جسم توی دستگاه سکونم، یعنی فقط این گاما ضرب میشه توی مؤلفه در راستای سرعت و باقیش هم سر جای خودش میمونه. پس حالا
یه جسمی رو میخواییم بسازیم موقعی که باعث سرعت خیلی زیادی باعث سرعت قابل توجهی حرکت میکنه، باید فقط در راستای سرعتش اینو یه انقباض بدیم که باز اونم مهم نیست نسبت به کدوم نقطه باشه، یه انتقال زمانی مشکل حل میکنه. نکته بعدی این که فوتون هایی که از جسم به چشم ما یا به دیافراگم دوربینمون میرسن باید همزمان برسن، یعنی نمیشه که یه فوتون، یعنی فوتون هایی که همزمان از جسم تابش میشن همزمان به چشم ما نمیرسن. علت این که ما یه جسمی که توی دستگاه ما ثابته رو همون جوری که هست میبینیم اینه که اینها در گذشت زمان حرکتی ندارن و بنابراین فوتون هایی که میان مثل فوتون هایی هستند که بعدن یا قبلن تابش شدن و برای یه جسمی که داره حرکت میکنه این قصه متفاوته. حالا چطوری این مشکل رو حل بکنیم؟ برای حل این مشکل اما اومدیم گفتیم که اگه یه دو تا نقطه داشته باشیم مثلا نقطه A و نقطه B که نقطه A فاصلهش نسبت به مبدا بیشتر از نقطه B، اسمش رو میذارم مثلا یه D، یعنی مثلا A باشه، که اندازه D بزرگتر از R. فرض میکنیم یه فوتونی از نقطه آ تابش شده داره میاد سمت مبدا که همون چشم ما باشه. این فوتونه که تابش میشه باید صبر بکنیم تا به یه فاصله برسه، زمانی که فاصله نقطه B با نقطه آ از مبدا یکی شد نقطه B هم یه دونه فوتون تابش بکنه. حالا جسم ما داره حرکت میکنه، یعنی نقطه A و نقطه B جفتشون سرعت دارن، نقطه A فوتونش رو تابش کرده قبلا، نقطه B یکم حرکت میکنه بعد فوتونش رو تابش میکنه، یعنی به اندازه یه دونه V دلتا T حرکت میکنه، بعد نورم از اینجا را افتاده، بعد از دلتا T مثلا رسیده به این نقطه. یکم بهتر بکشم. حالا الان این دوتا فاصله با هم یکی شدن، یعنی بعد از گذشت دلتا تی که نور اومد رسید به اینجا و حالا نقطه بی اونم حرکت کرد، فاصله این دوتا نسبت به مبدا یکی شد. الان اگه نقطه بی فوتون تابش بکنه اینا همزمان میرسن به چشم. حالا یه رابطه ساده داریم دیگه، یعنی همین فاصله ها رو مساوی قرار بدیم میتونیم از توش دلتا تی رو پیدا بکنیم که این چقدر حرکت میکنه. یعنی فرض کنیم تی ثانیه حالا طول میکشه از فوتون از نقطه آ به مبدا برسه، اگر منهای دلتا تی بشه دور تقسیم بره تی، اندازه این مقدار، یعنی الان کسری رو جدا کردم که راه داره هنوز نور، این باید مساوی بشه با آره به علاوه وی دلتا تی. حالا چون این برداریه برای اون دلتا تیمون دو تا جواب در میاد که یکیش غیر قابل قبوله، یعنی نباید به دست بیاریم که دلتا تی از زمانی که طول میکشه تا یه فوتون از آب مبدا برسه بیشتر نباید باشه، باید کمتر از اون باشه. این کار اگه انجام بدیم الان آماده ایم که یه دونه جسم سه بعدی رو توی فضای سه بعدی شبیه سازی کنیم ببینیم که شکلش چطور میشه زمانی که با یه سرعت قابل توجهی حرکت میکنه. باشه، شرط دیدن رو گذاشتیم که فوتون از جسم توی زمان خاص برسه، چیزی که به ما میخواییم نشون بله. بدیم مثل کاری که چشم دارم. بله، محدودیت های نرم افزاری هم بگم حالا یا نه میخواییم نشون بدیم؟ بله، روشن نشد، نه چی جوری هسته. آره، احتمالاً باید
دست نیست. چه بچه ها اگه قدش بلند تره آرتی میتونی؟ کاری که ما انجام دادیم با نرم‌افزار 3D Max بود که می‌خوایم حالا یه جسم سه‌بعدی دلخواهی رو که درست کردیم قبلا بیاییم حالا ببینیم شکل نسبیتی چجوری میشه از دیدم. یه جسم سه‌بعدی توی نرم‌افزار کلا بعد از اومدن DirectX کلا شد تونستیم جسم سه‌بعدی بسازیم و یه جسم سه‌بعدی هم در حقیقت یه سری داده است، یک سری بردار مکانه، یک سری نقطه است که X و Y و Z داره، یه مش نقطه پس درست میشه، یه آرایه از اینا را اگه داشته باشیم. یه اطلاعات دیگه که توی فایل ذخیره میشه اینا که اینا چطوری به هم وصل شدن، شیوه اتصال اینا رو به هم داریم. مثلا یه قاعده ای هم که باید وجود داشته باشه اینه که بعد از اینکه اینا وصل شدن به هم حتما باید یه دونه رویه جهت دار درست بشه، یعنی ما نمیتونیم یه دونه نوار موبیوس داشته باشیم توی فضای سه بعدی، از یک طرف نمیشه جسمو دید هیچ وقت. آره توضیح بیشتری هم میشه. الان مثلا واسه این شکل ما یه دونه سالونی که تعداد ستون داره، هر کدوم از این نقطه‌ها یه مختصاتی دارن و توشون این اطلاع ذخیره شده که به کدوم یکی از نقاط دیگه وصلن، به کدوم یکی از رأس‌های دیگه وصلن و هر کدوم از این صفحاتی هم که بعد از این قصه بعد از اتصال درست شدن یه بردار نرمال دارن. بردار نرمال صفحات کنار هم باید هم جهت باشن، یعنی نمیتونه یه دونه سه تا صفحه دور داشته باشیم این شکلی، اینا مثلا رو به بیرون باشن، این یکی رو به داخل، یا نباید باشه یا باید رو به بیرون باشه. این محدودیتی که توی این قصه وجود داره. حالا کاری هم که ما کردیم اومدیم دورترین نقطه رو تو همین آبجکتمون گرفتیم، بعد فاصلش رو اندازه گیری کردیم، حتی بعد از تبدیل لورانس زدن، یعنی بعد از انقباض طول، و یه دونه جهت سرعت دلخواه حالا بهش میدیم. باقی کاری که کردیم فقط یو آیش و اینا بود. بله. بله. زمان اجرا فقط بیشتر میشه اگر این اتفاق بیفته. بعد دقتی که حالا خود نرم افزار داره تا 6 رقم اشاره در بیشترین حالت، ولی موقعیت نقاط عادی رو تا 4 رقم حساب میکنه که اینا حالا مثلا فاصله شون از مرتبه 10 مثلا تو واحد نرم افزار، این یه داده وکتور ذخیره میکنه، اصلا نشون دادنش به ما مکانیزمش پیکسلی نیست.
ولی خب موقعیت خود نقاط اگه حالا مثلا فاصله این از مرتبه 10 باشه، اون دقتش از مرتبه 10 تا منفی 4 تو حالتی به ما نشون میده. حالا اول ابجکتمون رو انتخاب میکنیم، بعد این سه تا نسبت مؤلفه های سرعت رو ما میدن که میشه عوض بشه، و این آخری هم سرعتش رو بر حسب سرعت نور، یعنی درصدی از سرعت نور که الان شده 42.2% سرعت نور. بعد یه ذره من بیشترش میکنم بهتر دیده بشه، بعد که جنریتور بزنیم اون شکل رو همون شبیه سازی میکنه میشه. حالا اگه بچرخونیمش تو اون لحظه اتفاقی که میافته واسه این نازه اینه که الان اینجا دیده میشه، یه انحنایی درست میشه که این انحنا به خاطر همون تأخیر رسیدن فوتون. بله. باز بدون کم شدن از کلیت دوربینمون رو گذاشتیم تو مبدا و اون جسممون هم یه جای دیگه است، میشه حالا با انتقال ساده دوربینمون هم جابجا بکنیم. برای چند تا شکل دیگه هم حالا خواستم تست بکنم. دوربین نه دیگه، ما تو مبدا نشستیم مثل اینجا، ما تو مبدا نشستیم، یه جسمی هست مثلا عرض کنیم 5-6 تا نقطه اینجوری داره. این حالا بله اون نسبت مؤلفه های بردار سرعت بله در حقیقت برای مرکز جرمش دیگه، یعنی اون سرعتی که مرکز جرمش داره همون سرعتیه که این دستگاهی که بهش چسبیده داره، بر اساس این اون سرعت تعیین میشه. ستونه متحرکه دیگه، حتی ما هم اگه حرکت بکنیم اتفاقی نمیفته، باید تبدیل سرعت اینا همه مشکلش حل. اینو برای یه آبجکت بامزه تر اگه حالا تستش بکنیم با یه سرعت کمتری یه گوسفند اینجا مثلا فانتی بیاد، بعد حالا یه سرعت خیلی کوچولو مثلا 10% سرعت نور اگه بدم و فرض کنیم اون برای حرکت بکنم یا برعکسش. حالا اگه سلیکت کنم و جنریتور بزنم حالا تو پیدا میشه انگار چیه؟ انگار که دوران پیدا کرده و اگه جهت سرعت رو باز عوض بکنیم بعضی موقع پشت شکل هم دیده میشه. اون حرفی که تا دکتر منصوری داده شده بود که بعضی موقع مثل این اونی که شکل چرخی جا باشه روی همین دوباره من تست میکنم چون خیلی شکل عوض نشده. بیشتر کنم.
یه روز زنگ می‌خواستم در سمت ما در اون که به سوال ایده شما برای فیلم‌های سه‌بعدی نسبیتی دائمه تو ذهن هم بود یه حالت ریل تایم بشه بسید چون حرکت بشه بدین بعد این فرایند تو شکلش نشون بده خب خیلی نمونه اجرا زیاد بود که کنه عرضی شما باید کم اصلاحش میکرم درست باید تو رو نفرات داشتی یا شما نوشتی باید نه این خود ساده است فقط اون یو بیشتر وقت چیز راحت بشه استفاده چی رو بیشتر این رسمی رو بکنم در چیز رو بکنم یه باید میشه با انجین هم بازی ها مثلا این نوشت که یه خواهد الزه درست بشه بکنم یکم بیشون کارگونه از در آموزشی این ارزش رو داره توی اون ویبگاه همیشه یه دیزگاه رو بزنم سوال بعدش کلاس نیستم اگه بعد چالوست باشم تا نیم ساعت بعدش کلاس هی فرار کنم شو نگم یه چیز از دست میره حالی سری اینجا خب مسئله که من میخوام در مورد صحبت کنم همون بود که بچه ها در موردش صحبت کردن دوباره خب ولی خب یه کمی فرق میکنه اون چیزی که من میخوام در موردش صحبت کنم اولین چیزی که میخوام بگم اینه که چون باید خیلی سری بگم همه رو سعی میکنم همه رو بهتون بگم چون خیلی جالب یه چیزی که ما داریم وقتی که مثلا فرمولای فیزیک رو به دست میاریم بعد بخوایم حد کلاسیکی و نسبیتیش رو به دست بیاریم معمولا اگه سی توی معادلاتمون بود سی رو میل میدیم به سمت بی‌نهایت تا حد کلاسیکی به دست بیاد و اگه بخوایم نسبیتی رو ببینیم موقعی که یه واسه اینکه من میخوام شکل اجسامو بهتون نشون بدم که چه شکلی میشه یکی از راهایی که میشه
یه حسی بهش داشت اینه که به جایی که فکر کنیم مثلا سرعت نور خیلی زیاده، فکر کنیم که سرعت نور متناهی و خیلی زیاده و ما با خیلی سرعت خیلی زیادی برسیم تا برسیم به اون حدی که اون اتفاقا رو ببینیم. فرض کنیم که سرعت نور کم شده، مثلا شده سرعتش 5 متر بر ثانیه و دو تا چیز هست، یکی اینکه سرعت 5 متر بر ثانیه دیگه میشه سرعت حدی ما، یعنی جسم بیشتر از سرعت 5 متر بر ثانیه نمیره، یکم اینی که سرعت نور متناهیه، یعنی این دو تا فرق میکنه، یکی این که اون تبدیلات فضا زمانی هست که به خاطر محدود بودن سرعت، به خاطر نهایی بودن سرعت نور به وجود میاد، تبدیلات لورنس و اینا، و یه چیز هم هست به خاطر متناهی بودن سرعت نور میاد که اونی که سرعت، اونی که فوتونی که از دورتر به ما میرسه دیرتر میرسه تا اون فوتونی که نزدیکتره. حالا وقتی که ما میخوام پس با نسبیت میخوام یه چیز جسمی رو بررسی کنیم، این دو تا موضوع باید حواسمون باشه، یکی اینی که سرعت نور متناهیه و فوتونی که میاد باید حواسمون باشه اون چیز جسمی که میبینیم باید با همدیگه اون فوتونا برسه، یه چیز دیگه هم اینه که اون سرعت نهاییه و هیچ سرعتی بالاتر از اون نیست که تبدیلات لورنس نتیجه بده. حالا یه چیزی که ما باید خیلی دقت کنیم قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم اینه که چیزی که واقعا هست با چیزی که ما میبینیم فرق میکنه، کاملا این دو تا چیز جداست، چیزی که ما میبینیم حاصل از برخورد فوتون به چشم ماست یا حالا به اون دوربین ماست، ولی چیزی که واقعا هست خب وضعیتش فرق میکنه، یعنی کاملا میتونه این دو تا متفاوت باشه با هم دیگه. مثلا شما یه میله خیلی طولانی داشته باشین، بعد اینو اگه با سرعت خیلی زیاد حرکت بکنه این جسم واقعا طولش کم میشه به خاطر لورنس کانتراکشن، انقباض طول طولش کم میشه و این که و واقعا طولش کم میشه، اینجوری نیست که مثلا ما بخوام به خاطر خطای چیزی بخوام اینو بگیم این خطا یا چیزی است، میتونیم یه جعبه بگیریم و در یک لحظه دوتا رو سر و ته جعبه رو ببندیم و این کامل توی این قرار بگیره و واقعا طولش کم میشه، ولی اون چیزی که ما میبینیم الزاماً اون چیزی نیست که ما در راستای محور سرعتمون یه دونه انقباض طول داشته باشیم، ممکنه اون سرعت فوتونا اونم تاثیر داشته باشه. حالا اگر ما این مثلا برای سادگی موقعی که میخوام یه چیز اینی که اختلاف زمانی که فوتون بهمون میرسه رو بررسی کنیم، دو تا راه هست، یکی اینی که بگیم که مثلا یه جسم خیلی بزرگ ببینیم، مثلا در حد کل مثلا منظومه شمسی، یه فوتون که از سمت مثلا خورشید میاد با اون فوتون که از زمین میاد، این دوتا خب به فاصله متفاوت میان به ما میرسن، باید اون چیزی که ما میبینیم اون فوتونایی هستن که با هم دیگه میرسن، بنابراین باید اون فوتونی که اون تصویری که تشکیل میشه باید اون فوتون از خورشید حرکت کنه بیاد، مثلا اگه ما توی مشتری نشسته باشیم باید حرکت کنه بیاد برسه به زمین و وقتی رسید به زمین با هم، بعد اون فوتون که الان از زمین حرکت میکنه، این دوتا با هم دیگه یه تصویر تو ذهن ما تشکیل میدن. حالا یه راه اینه، یه راه اینه که واسه ساده تر شدن میتونیم فرض کنیم همین حس نسبیت رو به کار بگیریم و فرض کنیم که سرعت نور مثلا هست 5 متر در ثانیه، یه سرعت خیلی کمیه و همه اون تبدیلات سر جاشه، همه چیز سر جای خودشه، این یکم با معادلاتش بازی کنی خیلی کار سختی نیست، میتونیم کاملا هم عرضه، یعنی چه ما فاصله رو زیاد بگیریم که ببینیم سرعت نور با سرعت زیاد این میخواد طی کنه، چه فاصله رو کم بگیریم و سرعت رو کم کنیم. حالا یه فیلمی هست اینجا، این یه چراغیه، حالا اول یه توضیح بدم، یه چراغیه توی یه پیاده رو کنار یه دیوار، بعد واسه اینکه بگیم چیزی که ما میبینیم با چیزی که واقعیت داره کاملا میتونه فرق کنه اینه که الان این دیوار خیلی نزدیکتره به این چراغ تا این زمین، یعنی که این نوری که به این میخوره، اول نوری که از لامپ به دیوار میخوره خب خیلی سریعتر میرسه به این تا برسه به این دیگه، ولی اون چیزی که ما میبینیم موقع چراغ روشن میشه اینه که اول این روشن میشه بعد این روشن میشه، علتش هم همینه، علتش اینه که وقتی چراغ روشن میشه نور میخوره به این و تا بیاد برسه به این، یه نورم از این همزمان یه نور میره به اون سمت عقب، یه نورم میاد جلو، و
بعد این نوره که میاد میخوره اینجا زودتر میرسه به ما تا اون نوره که اون عقب هست. با اینکه این در واقع این دیوار زودتر روشن میشه و این زمین دیرتر روشن میشه، ولی اون چیزی که ما میبینیم اینه که این زودتر روشن میشه. اینم به خاطر اینه که این به ما نزدیکتره، یعنی نوری که میاد همزمان میرسه، نوری که از این هم و این با هم به ما میرسه، این زودتر به ما میرسه. این همچین چیزی الان روشن شد، اول زمین روشن شد بعد دیوار روشن شد. بعد یه چیز دیگه که هست اینه که بعد ببینیم شکل اجسام چه شکلی، شکل ظاهری اجسام چجوری میشه توی حالت چه شکلی میبینیم. فرض کنید یه مکعب ساده رو فرض کنید که ما یه مکعب ساده داشته باشیم، بعد این داره میاد، این فرض کنید داره به این سمت حرکت میکنه، داره به این سمت حرکت میکنه و ما اینجا وایسادیم و داریم نگاهش میکنیم. چیزی که ما میبینیم اون باید فوتون از جای جای این بیاد به ما برسه، چون سرعت نور کمه. اما فرض کردیم که سرعت نور کمه، انگار که واسه راحتی مثلا این طولش مثلا همون 10 متره، سرعت نور هم مثلا 5 متر بر ثانیه است. این انگار که داریم نسبیتی بهش نگاه میکنیم، انگار که ما با سرعت زیاد و این با ابعاد زیاد است. اون نوری که از یه نقطه این مکعب سه‌بعدی دیگه، یه نوری از اینجا به ما میخواد برسه، این داره به این سمت حرکت میکنه با سرعت خیلی زیاد. اون فوتونی که از اینجا میرسه تا این عرض این مکعب رو طی بکنه، باید اول این یه فوتون از اینجا حرکت کنه، این عرض رو طی کنه، بعد یه فوتون با یه فوتونی که از جلوی این میخواد ساطع میشه، این دوتا با هم دیگه باید بیان به ما برسن تا تصویر تشکیل بشه. به خاطر همین این فوتونی که از عقب ساطع میشه باید خیلی باید زودتر ساطع بشه تا این شکل درست بشه. واسه همین این جسمی که ما میبینیم یه شکل کشیده درست میشه واسش، یعنی این انگار این اگه مکعب باشه، اون چیزی که ما در بین سمت حرکت میکنه، اون چیزی که شما میبینی این جلوشه، ولی عقبش اینجوری کش اومده تا اینجا. اگر فقط با این حساب کنیم که سرعت نور متناهیه برابر سی و یه عدد ثابتیه، این یه جسم کشیده به وجود میاد، یه جسم فقط کش میاد. ولی اگر چیز نسبیتی رو هم بزنیم، یعنی انقباض طول رو هم بزنیم، این طول اینو کم کنیم، در نهایت یه شکلی به وجود میاد که از ترکیب سرعت رسیدن فوتون و از انقباض طول این به دست میاد، که در نهایت این دوتا رو با همدیگه بزنیم یه اتفاق جالب میفته. و اونم اینه که وقتی حالا معادلاتش رو بنویسیم همه رو به دست بیاریم که وقت نمیشه الان، انگار که این جسم در واقع چرخیده، یعنی این قسمتی که شما از بغل این جسم میبینین و این یه قسمتی هم از این کم میشه، انگار که این مکعب اینجوری برای شما دیده شده، یعنی چرخیده. بستگی به سرعتی که داره اون بیشتر چرخیده. و حالا اگه یه حالت دیگه اش هم که اصلا کلا وقت نمیشه این یکی رو بخوام توضیح بدم، اگه اصلا با زاویه آلفا داره میاد از این سمت بخواد حرکت کنه، اینم دوباره کاملا چرخشش رو میشه ببینی. و اگر جالبه که اگر انقباض طول نسبیتی رو نزنیم، این یه جسم خیلی خیلی زشتی میشه، مثلا یه چیزی مثلا اینجوری میشه، مثلا یه همچین چیزی میشه. ولی اگر انقباض نسبیتی رو بزنیم کاملا همون جسم، هیچ تغییرم نکرده، فقط یک کمی چرخیده. زاویه آلفا چرخشش اگه بستگی به سرعت داره دیگه، مثلا تو سرعت اگه با سرعت نور بیاد کامل پشتش رو میبینی. آره اگه بعد بستگی داره که هرچی کمتر بشه یک کمی که بیشتر میشه، یعنی کامل میشه، اصلا کلا پشتش رو میبینی، اصلا هیچ چیز از جلوش رو نمیبینی. آره بعد حالا اینم واسه این خط صافم بگم، فقط مکعب از اونجوری میشه. پس اگه یه جسمی دیدیم که با سرعت داره میاد، جسم سه‌بعدی داره میاد به سمتمون، این انگار یه کمی چرخیده. اگر حالا یه خط صافی باشه و نزدیک ما باشه، مثل همون ستونایی که آقای جمشید نشون دادن، این خطه به خاطر اون فاصله‌ای که از این نقطه به این نقطه به ما میرسن، این خطه یه کمی خمیده میشه. و اینو فکر کنم توضیح بدم، وقت نشه توضیح بدم. و زاویه دید، در مورد زاویه دید به دست آوردیم زاویه دیدو، که یه جسمی که داره با سرعت زیاد میره، اون زاویه دیده، اون چیزی که میبینه خیلی بیشتر از اون چیزی که یه نفر که ساکن میبینه. تبدیلش هم کاری نداره، کافی مثلا بنویسیم تبدیلات سرعت رو بنویسیم و مثلا یه همچین چیزی میشه، سرعت در راستای
این همچین چیزی سی کوسینوس تتا، یعنی اون سرعت در راستای حرکتمون، مثلا یه فوتون اینجوری داره میاد اما داریم به این سمت میریم، نه سی کوسینوس تتا مساوی است با سی کوسینوس تتا پریم علاوه وی تقسیم بر 1 علاوه سی کوسینوس تتا پریم وی تقسیم بر سی دو، جمع سرعتاست دیگه. اینو بزنیم آخر اون چیزی که اون جسم داره حرکت میکنه، اون فوتونایی که بهش میرسه از زاویه بیشتری، وقتی داری با سرعت خیلی زیاد میری احتمالاً یه چیزایی از عقبت هم میتونی ببینی و اگه خیلی با سرعت خود نور بری، یعنی احتمالاً نور کل جهان رو به صورت یه نقطه خیلی شفافی اون دور میبینه، چون کل فضا رو میتونه ببینه دیگه. چی؟ حالا کل این چیزایی که من گفتم فقط یه قسمتی بود از اون اتفاق اون چیزی است که ما میبینیم، فقط قسمت ابریشنش بود، همه اینا این بود تازه. در مورد دوپلر اینتنسیتی خیلی توضیح خاصی نمیدم. دوپلر میدونین که خودتون دوپلر شیفت چیه، وقتی که به سمت یه جسم میریم طول موجش کم میشه، وقتی ازش دور میشین طول موجش زیاد میشه. در مورد اینتنسیتی هم که اینتنسیتی یعنی تعداد فوتونایی که در بعد زمان به چشم ما میخوره، که وقتی ما به سمت یه با سرعت داریم به سمت منبع نور میریم طبیعتاً اینتنسیتی بیشتر میشه، تا اینکه مثلا همونجوری که داریم با سرعت حرکت میکنیم برگردیم پشت سرمون نگاه کنیم احتمالاً یه نور کمتری میبینیم، خیلی اینتنسیتیش باید کم باشه. حالا واسه این کار بعضی اومدن یه بازی ساختن. یه لحظه من موسم کنم. که توی این بازی شبیه سازی شده کله این مراسم. مثلا این یه جسم می‌بینید؟ آره این با سرعت نور می‌خواد حرکت کنه، الان سرعتش رو داره زیاد می‌کنه، می‌بینید داره همه چیز جمع میشه به سمت جلو، زاویه دیدش داره زیاد میشه. ستون‌های سمت چپ و راست رو می‌تونید ببینید که داره خم میشه. حالا هر چی سرعتش داره بیشتر میشه، بعد پراپر تایم رو با تایم بیرون هم می‌تونید با هم مقایسه کنیم بالا سمت چپ تصویر. این بغلا که گفتم خم میشه، این مثلا ستون‌های سافت الان داره خم میشه، ستون‌های سرعتش این نزدیک نوره، این هم همزمان داره ورلد تایم رو با پراپر تایم اندازه‌گیری میکنه. این احتمالاً چیزی که یک جسمی که با سرعت خیلی زیاد حرکت میکنه میره، ولی خب در نهایت چیز خیلی جالبه که همه رو به هم به کار برده این فیلمه، اون بازی آموزشی در واقع. از سایت دانشگاه ANU Australian National University. اینه کمی طولانیه، حدود 6 دقیقه. این توی جاده داره حرکت میکنه، الان هیچ اثر نسبیتی شما نمیبینی. بعد تو قدم بعدی فقط ابریشن میاره، یعنی اینایی که از اینجا تا اینجا گفتم و فقط اضافه میکنه بهش. این گاماه داره زیاد و زیادتر میشه، یواش یواش زاویه دید داره زیاد میشه، اون ابرایی که عقب بودن داره شما بیشتر میبینی. الان این ابر قبلا پشت سر شما بود، این اگه حالا کیفیتش کمی تقریبا بده، ولی اینا یه کمی میچرخن، الان خیلی معلوم نیست. حالا اثر دوپلر هم میاره. آره و اینم آخریش، این همه چیزها رو با همدیگه به کار برده، هم ابریشن هم دوپلر افکت هم اینتنسیتی، یعنی همه رو با همدیگه شبیه سازی کرده. این دیگه چیزیه که شما اگه با سرعت نزدیک نور میرین واقعا اینو میبینین دیگه. قبلیه
اینه که اینتنسیتی هم اضافه شد، یعنی شدت نور که الان فوتون بیشتر میخوره به چشمت. یعنی شدت نور انقدر زیاد شده که دیگه تقریبا شما چیزی رو نمیتونید ببینید که بخواید تحلیل کنید. زاویه دیدم هی کمتر و کمتر میشه یواش یواش، یعنی در واقع بیشتر میشه، بیشتر. یعنی گاما 3 بشه شما اینو میبینید تقریبا. پس دیگه خیلی تلاش نکنید که بخواین به صورت نور برسیم ببینید چی میبینید، چون احتمالا پرده شبکی و چیزی که جالبه مثلا برای چیز شبیه سازه برای میونی که واسه سمت زمین با صورت میون با صورت نور که نمیدونم مثلا نزدیک به صورت سمت زمین پاس میگیره. آها آره زمین رو چطور میبینید؟ یه پشت سرش میونجوری یه دونه فقط در واقع اینی که انقباض طول با اتصال زمان معادلن، یه چیز انیمیشنی بود اونم توی کامپیوتر هم هست، البته فکر باید بگردم پیداش کنم. آره فکر کنم باید پیداش کنم آخه فکر کنم. آره چون که جزء چیز نیوردم، چیز خاصی نیست، فقط اینه که نشون داده وقتی تاک. بعد دیگه آخرین چیز دیگه اینم یه مکعب کیوبم این تقریبا چرخیده دیگه از کنارش این مکعب روبی که وقتی رد میشه الان این شما از بغلش داری رد میشین چرخیده یکم، یعنی انحنا پیدا کرد. حالا اگه از وسطش بخواین رد شین این دیگه یه چیز خیلی عجیب غریب به وجود میاد. این چارچوب جلویشه بعد این چارچوب عقبیشه، یه همچین حالتی وجود میاد و چارچوب عقبی از جلوی میزنه جلو به خاطر که فوتون‌ها دیگه یواش یواش از این زودتر میرسن به چشم. این از این فقط آخرین چیزی که من بگم اینه که در مورد تاکیوناست، تاکیونا یه چیزی هست که توی کتاب دکتر منصوری هم نوشتن، یه چیز فقط پیشبینی اصلا دیده نشده، یه چیزی که با سرعت بیشتر از سرعت نور حرکت میکنه. تصویری که شما میبینین ازش چیه؟ این تصویری که میبینین یه چیز عجیب غریبیه مثل این، اون مکان واقعیش، اون کمرنگی مکان واقعیشه، اون چیزی که شما میبینین اون چیزی که به وجود میاد، یعنی میاد از جلو شما رد میشه ولی شما نمیبینش، از جلوتون که رد میشه تازه دو تا چیز از هم بیرون میان. نکنین یعنی کلن فقط فضای، یعنی مکان میگم فقط فضای، زمان نداریم کلن. خب این که هنوز ما نمیبینیمش وقتی رنگدار شد یعنی ما میبینیمش. خب این اینجوری نشون داد مخلوط. آره این نه خیلی مهم نیست، این خیلی مهم. این یه جسمی که داره به این سمت میاد ولی صورتش بیشتر از صورت نوره. حالا به دلایلی که حالا بعد چیز میکنم هنوز ما نمیبینیمش، وقتی به روبروی ما رسید، اینجا الان روبروی ما هست، روبروی ما رسید، چیزی که ما میبینیم اینه. دو تا چیز انگار از توی هم اومدن بیرون و یکیش به این سمت میره یکیش هم به اون سمت میره. این چیزی که اگه یه جسمی با سرعت بیش از سرعت نور حرکت کنه ما میبینیم. نه 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 این الان ما داریم همین میبینیم، یه جسمی با سرعت بیش از سرعت نور از این ور اومد که به این سمت بره، چیزی که ما میبینیم اینه که یه دفعه جلوی ما یه چیزی از توی یه چیزی در اومد، این به این سمت رفت، این هم به این سمت رفت. این چیزی که ما میبینیم، علتش هم شما میتونید با نمودار تقریبا میشه با نمودار فضا زمان یه چیزایی میشه فهمید، ولی چون این اگه بتونید دو بعدیش رو تصور کنین اون خیلی بهتر میشه، یعنی که شهود بیشتر بهتون میده. ولی خب اینی که مثلا ما این روی این وردلاینمون اینه مثلا مستقیمه، این اگه بخوایم یه جسمی رو ببینیم اینجوریه، مثلا این مخروط نورشه،
اینجوری بخواد حرکت کنه این سرعت کمتر از نور دیگه عادیه. فوتونایی که بهمون میرسه اینجوریه، یعنی مثلا از هر یک ثانیه یه فوتون میده اینجوریه. پس ما اینجا جسم رو میبینیم، خب، و به ترتیب هم هست، یعنی میبینیم که از اینجا میره به سمت بالا. ولی حالا یه حالت دیگه، اگر این بخواد با سرعت بیشتر از سرعت نور حرکت بکنه، این چیزیه که ما هستیم، اینم بردانه نوره. حالا اگه بخواد از اینجا حرکت بکنه، این میشه اون فوتونایی که میفرسته و ما از دقت کنیم از آخر داریم میبینیم، یعنی اول اینجا رو میبینیم بعد اینجا رو میبینیم، یعنی این فوتونه مال نزدیکتره، اینی که الان میبینیم مال نزدیکتره، اینی که میبینیم بعدش میبینیم مال دورتره، یعنی انگار بعد از اینجا به بعدم دوباره اینجوری میبینه. پس انگار دو تا چیز میبینیم، یکی از این سمت میبینیم یکی هم از این سمت، کاملا قابل توجیه. رنگش هم حالا به خاطر احتمالاً دوپلر شیفت اینجوری کشیده که مثلا اینجوری شده. اگه سوالی هست؟